سلام به روی ماهتون، امیدوارم هر چه که هستین حال دلتون عالی باشه. بعد از اینکه کارمو انجام دادم و بالاخره ساعت 10 صبح چمدونا رفت تو ماشین، راهی شدیم به سمت یه سفر 4-5 روزه به شهر زیبای اصفهان. از اونجایی که بچه ها همو اول راه هم گرسنه بودن و هم خستشون بود، دیگه بین یاسوج و اصفهان یه استراحتگاه پیدا کردیم، نهارشو خوردن، یه سری رفتیم به سمت اصفهان. حالا بیاین تا ما اتاقی که اونجا بودیم و قشنگ بهتون نشونش بدم. این اتاق هم بزرگ بود هم نسبتاً تمیز بود. بعد 5 تخته بود و در واقع یه هفته قبل از سفرمون ما اومده بودیم دیگه رزرفش کرده بودیم. یه طرف دیوار 4 تخت گذاشته بودن و طرف بعدی یه دونه تخت کنارش هم دیگه حالا می صندلی نارخوری و یخچال و اینا داشت. منو میشناسین دیگه، تا رسیدم تمام روبالشتیا رو عوض کردم، کاور کردم کلا رو تختا رو و خیالم راحت شد. هوای اصفهان صبحش خیلی دلنشینه، جاتون سبز عالی، ولی باز هم نسبت به چیزی که فکر میکردم هواش کمی گرمتر بود. نسبت به سالهای گذشته که میومدیم هواش این موقع گرمتر از سالهای گذشته بود و در واقع ما اصلا از لباس گرمایی که بردیم هیچ استفاده نکردیم و همونجا دست نخورده برگردوندیم. اول صبح وقتی که بچه ها سرگرم بازی بودن و امیرم داشت تو گوگل سرچ میکرد که کجا رو اول کار بریم، ما اومدم گفتم که کاپوچینوی داغ براشون بریزم و روز قشنگمون رو به امید خدا شروع بکنیم. فکر کنم یکی از بهترین خریدهایی که تا حالا داشتم خریده همین اتو مسافرتی بود، چون واقعا به درد بخوره. به هر حال داخل چمدون لباسا چروک میشن دیگه. بچه ها و باباشون وقتی لباسشون انتخاب کرد باورتون نمیشه چقدر داخل چمدون لباسشون چروک شده بود. دیگه اومدم اتو رو برای کردم و لباسایی که دوست داشتن امروز بپوشن و براشون اتو کشیدم. قبل از اینکه بخوایم راهی بشیم و توی شهر بگردیم، لباسا رو قشنگ گذاشتم داخل کمد و شوینده هایی که با خودم آورده بودم و آماده کردم. بعد از اینکه همه چیز مرتب سر جاش گذاشتم دیگه شروع کردم بچه ها رو آماده کردن. یه دستی به سر و روی خودم کشیدم، لباسای بچه ها رو تنشون کردم و موهاشون رو شونه کشیدم. نقش خونی مسیر طبق معمول دست خانمو میبوسه و خداییش هم کار سختیه، چون یه جور اشتباه میگفتن قشنگ چند تا خیابون برتر میرفتی. اولی مسیری که انتخاب کردیم بازار مرکزی گلوگیا اصفهان بود و واقعا واسه اولین بار که میرفتم خیلی به دلم نشست، چون واقعا عاشق گلوگیا هم و دیدن اون سقف چترهای رنگی واقعا به دلم نشست. اینم گل روز به نظر میاد. اینم گل روز. همشون گل روز. ماما این تو کنم. ماما این بعد دارم. سپیه.
بازار گل و گیاه واقعا غرفه‌های خیلی زیادی داشت. ما خودم خواه حالا اولین بار بود میرفتم، ولی کلن هر غرفه از غرفه قبل دیدنی تر و قشنگ تر بود. هم تنوع گل و گیاهشون زیاد بود و همی که قیمتاشون مناسب بود و عطر گلایی که پیچیده بود تو فضا واقعا آدمو سرمست میکرد. اینجا ما یه پل چوبی دیدیم که وقتی بچه‌ها متوجه شدن تو آب پر از ماهی‌های قرمز و رنگارنگی کیف کردن. بعد از اینکه از بازار گل اصفهان در اومدیم، خیلی بچه‌ها گرسنه‌شون شد، هر کدوم کباب و جوجه سفارش دادن، ولی خودم دوست داشتم به عنوان اولین وعده‌ای که توی اصفهان میخوام تست بکنم بریانی اصفهانی باشه و برای اولین بار سفارش دادم. و از اونجایی که سفارشم زودتر از بقیه آماده شد، دیگه حسابش رسیدن، دیگه فکر بکن بریانی اصفهانی با اون طعم لذیذش واقعا خوشمزه بود. ما که خیلی لذت بردیم، هم مغز بادام داشت، هم سرشک داشت، یه کمی طعم‌مزه کله پاچه داشت و واقعا از نظر ما یه طعم سنتی و لذیذ. واسه روز دوم بین راه یا آقای رو دیدم که واقعا با یه آرامش خاصی، با یه ظرافت خاصی داشت کار میکرد. فکر میکنم یه کاری که انجام میداد اسمش قلم زنی بود. باورتون نمیشه، وقتی وارد مغازش شدم یه آرامش خاصی رو تجربه کردم. اون بوی نوستالژی که داخل مغازه بود، لیوان چایش، فلاکسش و فنی که روبروش بود و اون آرامشی که داشت، واقعا این آقا هم آرامش داشت و هم با ظرافت و هنرمندی خاصی کار میکرد. واقعا لذت بردم. بین راه وقتی که داشتیم میرفتیم به سمت باغ پرندگان، متاسفانه نقش خونی ما غلط از آب در اومد و باعث شدم که راه رو اشتباه بیه و هر کاری میکردیم درست در نمیومد. دوباره راه رو برگشتیم و بالاخره رسیدیم به باغ پرندگان. کفشتون بپوشیم بریم. تو ماشینه بریم کفشتون در بریم بپوشیم. آماده این؟ آره. بودو بریم. سرخوش و سرمست بودیم از اینکه بالاخره رسیدیم باغ پرندگان، ولی خب پسر کوچولوی اسپانی به ما گفتش که زی خیال باطل باید یه 500-600 متر اونورتر برین چون پرندگان اونورن.
وقتی به باغ پرندگان اصلی رسیدیم، دم ورودی چند تا غرفه بود که حالا بستنی و آب میوه های مختلف و فالوده و اینا داشت. باید یه مسیر این مدلی طی میکردیم تا برسیم به بلیط فروشی باغ پرندگان. اما تو بین مسیرم واقعا زیبا بود، کل مجسمه چوبی فانتزی گذاشته بودن و ما کم کم داشتیم به بلیط فروشی نزدیک میشدیم. موکت گذاشتن با من لوله ضد عفونی خیسش کردن که هر کی بیاد قشن ضد عفونی بشه بعد بره. اینجا ورودیش. بریم بریم ورودی باغ پرنده. توتی خورشیدی به شما میگم مامان. خورشیدی همینطور که از پرنده دیدن می کردیم، بعد از اون رفتیم غرفه هایی که صنایع دستی داشتن و کلن با بالا پر این پرنده کار هنری خوشگلی درست کرده بودن. مثلا همین پومپوم ها که با پر شتر مرغ درست شده خیلی قشنگ بودن. اسباب بازی هر سلنگی مامان همون
داخل یه غرفه که می اومدی کلی آثار و هنری خوشگل می دیدی که مواد اولیش از خود همین حیوانات و پرنده هایی بود که داخل باغ پرندگان بود. مثلا روی تخم شترمرغ کلی نقاشی قشنگ تعصیب و مینیاتوری و خود حتی عکس حیوانات کشیده بودن. بعد با پر شترمرغ قمقم درست کرده بودن، دستکلید و گردگیر و یه جور چیزا درست کرده بودن. خود حیوانات رو با گچ درست کرده بودن، منظورم پرندگان، با گچ درست کرده بودن و پایه‌های چوبی براشون گذاشته بودن. کلی پرای ارزشمند و داخل بطری شیشه گذاشته بودن برای فروش. خلاصه که وقتی داخل یه غرفه می اومدی کلی حس خوب نصیبت می شد. بالاخره بازدید از باغ پرندگان تموم شد و همگی خسته و تشنه رفتیم به سمت ورودی که برسیم به غرفه های آب میوه و یخ در بشت و پالوده. یخ در بشت. نه دست به اینا نزن، دست به اینا نزن، استفاده شد دستمون. نگاه ما پالوده میخواییم. نه. چی میخوایی تو؟ هم آب میوه هم بستن. هم آب میوه هم بستن. باشه. این یخ در بهشت بلوبری ماما هم رنگ پیرنه. شما کیش مخصوط خوشمزه هستم. حساب کو خودم بهش گفتم. علی خوبه؟ تسیستم زوقشه. نوش جونت ماما. بابا بابا گیر. یکی دیگه از جای دیدنی که دوست داشتم حتما بچم ببینم مناجم بام بود. وقتی بهشون گفته بودم که اگر زلزله بالای 5 ریشتر هم بیاد ایبنا هیچیش نمیشه و حتی به صورت مصنوعی وارد میکنم مناره ها جداگونه از هم دیگه میجنبن، خیلی براشون جالب بود. اصلا باور نمیکردم. خوشبختانه زمانی رسیدیم که دقیقاً اون مسئولی که باید بره بالا و مناره رو بجنبونه داشت میرفت بالا، چون هر یک ساعت و نیم یک بار این کار انجام میداد. پس همگی جمع شدیم تا ببینیم هنر دست ابرمعماران ایرانی رو. اما راز حرکات 7 قرن پیش سازندگان بنا ابرمعماران ایرانی
به اهمیت قانون فیزیکی رزونانس یا تشدید پی بردن، محاسبات ریاضی این قانون رو داخل مناره ها و بنا انجام دادن. قوانین فیزیکی با چشم قابل رویت نیست، چون محاسبات ریاضی اصلا قطعا به صورت آزمایشگاهی قانون فیزیکی رزونانس رو یک جا باید دیده باشید. در حال حاضر با همون مجموعه گوی آویزان نشون میدن، یکی از گویها رو حرکت میدن، انرژی جنبشی به گویهای وسط، گوی آخر حرکت رفت و برگشتی داره. چرا این اتفاق در این آزمایش میفته؟ چون وزن گویها و فاصله ها یکی است. در اینجا هم دقیقاً همینطور است، چون تبعیت کرده از قانون فیزیکی رزونانس، خط قرینه از سقف دو طرف از نظر شکل، ظاهر، معماری، خصوصا وزن شبیه به هم هستند. مناره ها کاملا از بنا جدا هست. در توضیح بعدی بهتر متوجه خواهید شد. شب که میشد دسته به چهار رو میگرفتیم و راهی میشدیم سمت نقش جهان، چون واقعا برای شب نشینی اونجا خیلی عالیه. توی راه کلی لباس فروشی بود، چینیالات بود، گاز فروشی، گوشتپیل فروشی و یه خانومی هم دیدیم که داشت دلمه خونگی میفروخت که ما ازش دلمه ملس و خوشمزه گرفتیم. از اونجایی که نمیشه بیای اسپان و گوشفیل و دوغ محلی اسپانی رو امتحان نکنی، سر راه هم گوشفیل گرفتیم هم دوغ محلی خیلی خیلی خوشمزه اصفهانی. شب که می شد زیبایی نقش جهان صد چندان می شد. با اینکه بارها به اصفهان اومدم، ولی هر دفعه که نقش جهان میام بازم برام تازگی داره. گوشه به گوشش هنر دست زنان و مردان اصفهانی می بینی که آدم سیر نمیشه از دیدنش. اینجا که اومدیم مسا خیلی از دستبندای مسی خوشش اومد و یکی از دستبندای مسی رو برش گرفتیم. خیلی شیک‌تر.
یو یو هم چهل تومن. خب مرسا بیا ریحانه بخواهی تو این هنر پرداز میشون؟ نه اونا چه؟ الماس تراش. الماس تراش روز بعد ما و امیر و بچه ها تصمیم گرفتیم بیایم آکواریوم اصفهان که توی گوگل خیلی عکسای قشنگی ازش دیده بودیم. اما قبلش رفتیم موزه پروانه ها که قشنگ تو همون محوطه بود. باورتون نمیشه اینقدر قشنگ بود و پر از گیاهان آپارتمانی که ما تو خونه‌مون به زور رشد میکنه اونجا اینقدر بزرگ و دیدنی بود. قشنگ یه فضای سرپوشیده بزرگی بود که پر از گیاهان آپارتمانی که اصلا فوق‌العاده بزرگ شده بودن، عطر دلنگیزی داشت اصلا اون محوطه و فوق‌العاده دیدنی، اصلا یه تیکه از بهشت. زبونم قاصره، ماشاءالله. بعد از اینکه از موزه پروانه در اومدیم با هم دیگه رفتیم به سمت آکواریوم، چون خیلی خیلی به ذوق دیدن مایا رو داشتن. ورودش هم اینجوری بود که حالت مارپیچی و شیبدار داشت و همینجور باید میرفتی پایین تا به آکواریوم ماهی ها برسی. شاید باورتون نشه ولی بچه‌های ما وقتی تنوع مایا رو دیدن اصلا گیج شدن سمت کدوم برن، کدوم رو ببینن.
خیلی ذوق کرده بوده. به نظر ما آکواریوم اصفهان یکی از جاهاییه که واقعا حیفه بیای اصفهان رو نری ببینی. واقعا حیفه. بعد از آکواریوم هم به چهار رو بردیم تا درشک سواری کنن. تجربه خیلی جالبی بود براشون و کلی ذوق کردن. بعدش هم رفتیم رستوران تاریخی بازار قیصریه که فوق‌العاده جای آروم و سنتی و خوبی بود. بعد از اینکه ناهارمون رو خوردیم رفتیم بازار قیصریه و هم کلی دیدن کردیم و هم کلی یادگاری های قشنگ از شهر اصفهان خریدیم. Thank you.
در نهایت اومدیم برای خانواده هامون گز و پولکی و سوغاتی خوشمزه اصفهان ببریم. این نمونه گزم برای شوهرم خیلی جالب بود که خانم فروشنده گفت این گز حلوایی هست و یکی از اولین گزهای تولید شده در اصفهانه. دوستای قشنگم خیلی خیلی ازتون ممنونم که توی این ولاگ منو همراهی کردین و کلی با هم اصفهانو گشتیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد امیدوارم با لایک و کامنت های قشنگتون ازم حمایت بکنیم و این ویدیو و ویدیوهای قبلی رو با دوستاتون به اشتراک بذارین تا خانوادمون ذره ذره بزرگتر شه.